سلام و وقتتان بخیر. بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. بسیار جا تشکر که تا این لحظه با ما هستین و صبح و زندگی را برای دیدن انتخاب کردین. بزرگترین برنامه صبحگاهی در افغانستان برنامه صبحگاهی است که هر روز از ساعت 7 شروع میشه الی ساعت 10 دوام میکنه و همه روزه مسته گزارش زنده از سطح شهر کابل میداشته باشم در رابطه به برنامه صبح و زندگی. امروز هم میفهمین که موضوع برنامه صبح و زندگی فقر است. با وجودی که بیش از 30 کشور به افغانستان کمک کرد و امین لحظه 30 کشور از جهان حامی افغانستان است، باز هم تعداد زیاد از شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. آمدیم که نظر دو تن از جوانا را، دو تن از مسئله را داشته باشیم در رابطه به این که چرا هنوز هم تعداد زیاد شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. سلام صبحتان بخیر، خودم معرفی بکنین. سلام صبح شما بخیر، ظریفه هستم، مسئله سال دوم پنتون پیشگام. بسیار جا تشکر. چی میکنین شما؟ اقتصاد میخوانیم. اقتصاد میخوانین. سمستر چندومتون است؟ سمستر چهار. چهارم؟ دیگه پا دیگه شما بیشتر میفهمین که بیشتر کشورهای جهان آمدن به افغانستان، مردم افغانستان کمک میکنه، اما هنوز هم ما غریب و بیچاره و نادار و فقیر زیاد داریم. چرا؟ چون کسایی که استخدام میشه بیشتر به اساس روابط ضوابط است و امی کسایی که مثلا موصل هستن، لیسانس هستن، اینا تحصیلاتشون در نظر گرفته نمیشه و بیشتر به روابط رب داره. بله، یک تعداد جوان ها هنوز هم دمو میگه کار به اهل کار سپرده نمیشه. درست است؟ کسی که اقتصاد خوانده میره خبرنگار میشه، کسی که مثلا رفته ژورنالیسم خوانده میره یک جای حسابدار میشه. این موضوعات تا چه وقت فکر میکنین که در افغانستان وجود میداشته باشه؟ خب این بستگی داره به حکومت داره ما، چون هر کس قبلا هم گفتم به اساس روابط و ضوابط این مهم نیست که چی خوانده، کدام رشته را خوانده. هر کس در یک پست گماشته میشه، کوشش میکنه بیشتر اقارب، خویشاوندان و برادرزاده و خواهرزاده خود بیاره. از این خاطر برشان مهم نیست که دیگر را چی خوانده، کی چی نخوانده، آیا این پست که برای جاده میشه پیش برده میتونه یا خیر. امی است که ما بیشتر ارگان ها را میبینیم نمیتونن کار خود را پیش ببرن، چون که مثلا گفته شما یک شخص اقتصاد خوانده اما بعد از او پست مدیریت داده میشه، او نمیتونه که رشته را پیش ببرن. تشکر. یک مسئله دیگه که آرام آرام در افغانستان تا حد حل شده، تا حد دیگه هم فکر میکنم حل میشه، این موضوع مثلا در یک خانواده سه خانم زندگی میکنه و یک مرد زندگی میکنه. خانما حق ندارن که برن بیرون کار بکنن، به قدر که یک ننگ افغانی در افغانستان است میگن تنها مردا باید کار بکنن. اما امروزه دیده میشه که تعداد خانما هم زمینه مساعد شده برشان، میرن و کار میکنن. شما در خانواده ایتان چطور هستین؟ چطور اجازه دادن بر شما که بیاین و درس بخونین؟ حتما کارام میکنن جای؟ بله کارام میکنم در یکی از رسانه و گفتی شما بلی دقیقا نمی خسمس، میگن از یک دو خوب است، از دو کرده سی امی خسمس. مثلا اگر در یک فامیل تنها مرد خانواده کار بکنه، پس اینا با مشکلات اقتصادی مواجه میشن و اگر خانم هم همدهشان همکاری بکنه، دست به دست هم بتن، میتونن که هم فامیل خود رشد بتن و هم دیگه وقتی یک فامیل، دو فامیل، سه فامیل رشد میکنه، پس اجتماع و اقتصاد ما رشد میکنه. بسیار تشکر از شما. تشکر از شما. سلام بر شما، خدا معرفی بکنین. احمد قیس فنایی هستم، یکی از محصلین پنتون. بسیار جا تشکر. آقای فنایی شما بگوین در خانواده تون چند نفر کارگر است؟ خب در خانه فعلا یک نفر کارگر است، پدر جانم است. چند نفر از تعدادتان؟ پنج نفر هستیم. پنج نفر زندگی میکنیم. چطور وضعیت اقتصاد؟ خوب است. بمو موضوعی است که گذران میشه. بله. فکر بکنین که اگر شما فارغ میشین حداقل جوان چند نفر از رسیدید یا بگوین برام؟ خب جوان فعلا دو نفر هستیم، برادر خوردم است که در مکتب است و من هم هستم. اگر شما هم صاحب کار شوین اینجاست که معلوم میشه وضعیت اقتصادی شما دوگان بالاتر بهبود می. بله بله حقیقت است. خب حقیقتا است که ما زمانی که فارغ شوم ان شاء الله اگر در کار شوم اقتصاد بالا میره. بله، اما یک تعداد خانواده دیگه هم داریم که زیر خط فقر زندگی میکنن، با وجودی که حتی اگر شما متوجه شده باشین خصوصا در شهر کابل یک تعداد گداها زیاد است. مردا میرن در خانه قرار خواب میکنن و چای نوش جان میکنن و زنای خود روان میکنن به خاطر کار کردن. با سو زنا هم گریه و ناله میکنن که نادار هستم و فقیر هستم و بیچاره هستم، کمک بکنین. تا چه زمانی فکر
میکنن این مردم در این حالت زندگی میکنن. خب ما اگر بیایم روی موضوع فقر صحبت بکنیم، در افغانستان موضوع فقر که هست چند علت از باعث سازی شده که ما فقیر باشیم. بله. یکی موضوع طبقاتی است که امروز افغانستان طبقات سرمایه‌دار و فقیر و متوسط به وجود آمده که فقیر فقیرتر شده میره و سرمایه‌دار سرمایه‌تر شده میره. این موضوع باعث شده که امروز ما در حالت فقر قرار داشته باشیم. و موضوعی که روی فقیر دوستایی که در خانواده هستن و کسایی که در خانواده زندگی میکنن کار نمیکنن، خب چند موضوع داریم. جوانایی داریم که اونا فارغ شدن، جوانایی داریم که استعداد دارن، قبلا هم دوست ما یادآور شدن که اونا امکانات بر از اونا مساعد نیست، یعنی امکانات کار و وجود مساعد نیست که اونا کار بکنن. به همین خاطر است که اونا بیکار باشن، هیچ کس خوش نداره، هر کس خوش دارن که یک منبع عایداتی باشن. و موضوع گداهایی که در افغانستان است، امروز بدبختانه یک پروژه است، پروژه هایی هستند که در بسیار کشورهای دنیای روی کار آمده، یک پروژه است که توسط طبقه اونا یا توسط کهنسالا، توسط اطفال، یک برنامه است، یک پروژه است که یک تیم بزرگ مافیایی پشت از این کار میکنن و کوشش میکنن که پول جمع آوری بکنن و عاید کنن و این پشت از اینا هستن و اینا ماش میگیرن. سلامت باشید. یک پیام کوتاهی تونه برای مردم بگین. خب پیام ما این است که بیاین ما کوشش بکنیم، بیاین ما زحمت بکشیم، بیاین تلاش بکنیم. هیچ امکان نداره، هیچ راهی حل نیست که هر مشکلی راهی حل نداشته باشه. ما حتما راهی حل داریم، هر مشکل راهی حل داره و ما میتونیم. همین جوانا است که روی کار میان. امروز ما شاهد ازی هستیم که جوانا کم کم دارن تحصیل کرده میشن، یک حالت مثبتی است. ان شاء الله روی کار میایم و میتونیم که موفق باشیم و افغانستان سرسبز باشیم. سلامت باشین. تشکر از شما همچنان.